یک بار دیگه استاد تبریک باشه. فیلم هایی که جایزه گرفته و فیلم هایی که خاطره تاریخ سینمای افغانستان شده. تشکر. استاد روال برنامه ما طور هسته که دوستا از صفحات مجازی از هنرپیشه‌های ما کسایی که درباره شان چیزهایی که نوشته کردن شایعات اما دقیق است نیست را باید شما تعیین کنید. دیگه این از اتوان باید پرسان کنیم و سوال چهار جواب هم داریم که از چهار جواب دلتان میتونین یکیش انتخاب کنین یا هر چهار شرط کنین. دیگه اگه اجازه تان باشه از تان پرسان کنیم. میگن در فیلم های ایندی همیشه هنرپیشه نقش مرکزی بیشتر در تصویر معلوم شده که حداقل یک فیلم ایندی چهار پنج آهنگ داره و در اون رقص دانس یه چیزا هست، رقص دانس یه چیزا هست. چند فیلم که بازی کردین کدام رقص یا دانس اجرا کردین؟ نه، من فکر نکنم کاری که من میکنم یا با کسایی که کار میکنم اونا با این نوع فیلم که حتما باید مارکت داشته باشه و در این مارکت چند چیزی که بسیار مهم است او امی دانس است، صحنه های با معذرت برهنه است، جنگ و جدل است و یک مقدارم کامیدی. با کامیدی بسیار معتقد استم ولی دانس اصلا در فرهنگی مام نیست و نخواستیم که بکنم و یه چیزی است که فکر میکنم اصلا شاید تا آخر زندگیم بایش موافق نخواد باشم. چند فیلمتون استاد ناب میگیریم شما نقش خدا در رو بگویم که کدام نقشه را اجرا کردین یا کدام نقشه را داشتین. در فیلم عزت کدام نقش بوده؟ نقش مرکزی رو بازی کردیم و یکی از افغانایی بودیم که او طرف مرز بودیم و دوباره میخواستم بیایم به کشور. ای که در راه او بیاد رای ما چقدر ناروا کردن، چقدر ظلم کردن، چقدر همه چیز از ما گرفتن، یک بار دیگه چهره او مردمه که ادعا میکنن که ما نسبت به مهاجرین بسیار مؤمن هستیم، ما نشان دادیم که نه، شما تا زنده هستین نسبت به مردم افغانستان افکاری پلید دارین. در فیلم پشیمان پشیمانی بله دوام فیلم کوتاه تقریبا 20 دقیقه که ای هم یکی از لحظات قشنگ کوهگردی او جوانایی را نشان میده که وقتی میخواین دوباره به کشور بیان و در راه با چی پرابلم های گرفتار میشه بغیر از پلیس یا او مردم. امی که امی کوه با سنگ ها و مثلا لحظات خطرش و حیوانات روبرو میشی واقعا این به گپ نمیشه. این باید تصویر بسازی که پاهای در چی حال است، دستای در چی حال است، تشنگی در چی حال است، خطرات که از حیوانات وجود داره. این کلی تمثیل شده که امیدوار هستم این را دوستا ببینن تا یقین بکنن که چقدر سخت است در روز و اگر شب باشه. پس فکر بکنیم نقش مرکزی داشته. متاسفانه خوشبخت زهر زهر از نامش پیداست. ایره دوست عزیزم، شاعر بزرگوارم، نویسنده خوبم، خطاتم و کسی که واقعا در فرهنگ کشورم چهره بسیار درخشان داره، یاسین خموش، هم نوشته از اینا بود و هم کارگردانی از اینا. زهر من نفهم مردم تنها با نامش آشنا هستن ولی کسی که پودر میزنه یا ایروین میکشه یا چرس
ما یکی از او جوانه را بازی کردیم که خانواده ایم، دختره کردیم و تمام فرایز که مربوط به می شد او را رها کرده، پشت به او کده و میره عیاشی خود می کنه. و این چیزیست که گفتم بگذار مردم نفرین بکنن، بگذار مردم نفرت بکنن، بگذار مردم لعنت بکنن کسایی که به این حد هستن. میفهمم که عاملی وجود داره که چرا یک انسان اتو میشه، ولی بالاخره یک جوان هر آن فشاری که سرش میاد، ای که تن به این چیزا میده، ما فکر میکنم ضعف شخصیتیش است. و ما نشان دادیم که نباید در برابر سختی ها و ناملایمات ما بسیار تیز تسلیم شد. و نقشتان؟ یک پودری، یک دیوانه، یک آدم بی خود که در راه و جاده و هر جای افتیده مثل یک لاش. واقعا دوستش ندارم، ولی دوست به خاطرش دارم که مردم نشان میده که دقت بکنه اگه منت میشید. استاد بزرگوار، بر ما در اینجا یک سوال دیگه پیدا شد. همچون نقش خوب اگر تا آخر از نویسنده کارگردان گفته میتونه که نقش مرکزی را کارگردان، اما منفی یا مثبت؟ ظاهرا منفی است، برای اینکه کار میکنه خلاف اصول و سنت های جاری، خلاف آنچه که یک مؤمن باید بکنه، ولی در نهایت پیامش بسیار مثبت و شیرین است. اگر ما به مو حال روز خود نمنداختم یا مو دیالوگایی را که نویسنده برم نوشته کده او را مو رقم نمیگفتم و کارگردان هر هدایت را که داده او را نمیکدم، پس دیگه یک آدم سالم بودم. ظاهرا نقش منفی است، ولی در نهایت پیام بسیار مثبت دارم. ماشاءالله. استاد، فیلم خاک و مرجان چی نقش داشته؟ در فیلم خاک و مرجان عجیب است، نامش بسیار قرین نیست با محتوا، ولی اگر یک بار فیلم ببینیم یک استعاره قشنگ است. خاک و در بین خاک مرجان. بله، من نقش یک پهلوانی بزکش بازی کردم، یک بزکشی که از ابتدای فیلم تا آخر سر اسب نششته، ولی در بین مردم به عنوان پهلوان است. پهلوانی که دیگه پیر شده، ریشش، لنگیش، لباسش، وجودش مثل یک سپورتمن نیست. ای چرا؟ ای آلی یک قاچاق بره پیل است در سرحد، و ای یک غمی دیگام داره که دو تا دختر جوانش بایی است. ای وقتی برای قاچاق میره او طرف مرز و پس میه دو سه شبه در آتیر میکنه و این دخترک های جوانش انتظارش هستن. در هر صورتش ما مجبوریت های یک پهلوانه که نام آور بوده، بزکش بوده و در بین ده و قریه، حتی در مسابقات بین کشور صاحب نام و نشان بوده، ایره میبینیم که چرا به این حال رسیده. دیالوگ هایی که میگه با حوادث که روبرو میشه، با دوستایی که ظاهرا دوست هستن در نهایت در برابرش خیانت میکنن، ای هم تصویر شده و یک آدم است بسیار قسمی و ضدی. مثلا ای لحظه میرسه که برش میخواین دیگه خانم بگیره. چرا؟ برای اینکه خانمش در یک انتحار تکه تکه شده. وی هر لحظه با خیالات خود با صحبت میکنه، ولی پیشنهادهایی که مامایش و دیگرهاش برش میکنه اصلا راضی نیست. و این چیزی است که بسیار با دقت تصویر شده. من خود در الفاظ بسیار به سرعت ازش میگذارم. حتی در بین یک قریه که زندگی میکنه، کسی از کو خودش بلاخره جرأت میکنه برای ازی پیشنهاد میکنه، وی قسم میخوره که شوهر سابق دوستم بود، مبادا مثل که شده، مبادا اگر او زنده باشه و بیای و مرا ببینه که تو خانه مستی، ای چقدر خلاف عرف است. پس یک مقدار فکر بکنی امیدی سب که ما چقدر با درد و شکنجه های هر لحظه و هر لمحی که می شدم این نقشه بازی کردیم. چهرهیم، چشمایم، گلونم و بغضه که در لای هر دیالوگیم بوده
بسیار بسیار مرا شکنجه ساخته. بسیار کوتاه برتان میگم که فیلم خوب ولی ای کاش با ایرانی ها بازی نمیکردم. ای کاش که تهیه و کارگردانی از این توسط خود سینماگر و کارگردان افغانستان میشه. ای کاش، ای کاش. یکی از دیالوگهایش دیادم از همه او را میخواییم خودتان بگویم. آقای ایمان میگه آل تو را کی گفته که این قضوت و عروسی کو چند مدت باشه شاید خودت آمده شوی و شایدم هیچ او نخواهی عروسی کنه. در اونجا باز یک دیالوگ شماست که من میخواییم از شما بشنوم. همو تو سعی میکنین میگی مادر قدم های روی چشمایم، خانه افتورخ از شماست. در سینه رسول ایمان میزنیم مگم بازم برد میگم هیچ فکر عروسی رو نکو و من هیچ وقت عروسی نمیکنم. یک دخترم از صبح دیگه صبح پشت بختش میره و یکیش تا که هستم کتم هست. بله بله بله. این یک لحظه بسیار سخت بود که بازی میکردیم. ای ایران بود، شهر بیرجند و یک دیکور بسیار قشنگ شده بود که من خاطره های بسیار عجیب و غریب دارم از او. واقعی مردم مرا مجبور میسازه که یک بیوست با مادر بیویش اینه میری برات میگیریم. میگم نگفته بودم که دیگه که برم نزنی. ما مردم میگن که خانمت به انتحار تکه تکه ساختم. علمی او زنده است، او حتما یک روز او رو میبینم. تکه که برم نزنی، خفت میسازم. استاد، یکان وقت آدم در زندگی خود چیزهایی را تصاویر میکنه و زندگی میکنه. صحنه ها هم خوانی میداشته باشه. هیچ شک نیست که ممنون مقصودی یکی از بهترین های سینمای افغانستان و هر بار که در هر گوشه که حتی که او یک چند ثانیه را دکلمش باشه ما را با یک دنیای دیگر میبره. بر چند لحظه همه چیز فراموش میکنیم، صرف امو لحظه را تصاویر میکنیم که ایشان بر ما بیان میکنه، دکلمه میکنه و قصه میکنه. خنده دادن، خنداندن آسان است یا صحنه تراژدی تمثیل کردن، گریه دادن مقابل که شما اکثرا در تئاتر هم نقشای خیلی خوب داشتیم. محب عزیز، چون خود شما در این عرصه یکی از آدمای فعال هستین، هر دو ژانر بسیار سخت است. چی باعث شوه که یک آدم خنده کنه؟ باید نقشی که بازی میکنی و حادثی را که تمثیل میکنی در حد باید نقش یک احمق بازی بکنی تا مردم بگه واو همین کار از کدر بود. پس این اول مستلزم قصه است، برزو درک اکتور ازی و مطابق هدایت کارگردان کار کردن است که من فکر میکنم این کار بسیار سخت است. ولی تراژدی از این کدام سخت تر است. او بابا همین عشقی که از وجود یک انسان سرازیر میشه باید یک درد واقعی که گاه گاه در برابر یک مرده یا یک حادثه، یک سیلاب، یک مریضی یا کسی که از جدا میشه اینقدر یک درد واقعی باید باشه که تو او را مجبور بکنی.
بس از این معلوم میشه که تراژدی سخت رسونی ولی آسان بخاطر چیز. امروز صبح دمی کشتی که موتو سوار است مردم مم سوار است، هر روز ده ها بلکه صدها مرده در صدها خانه مدره و هر تلویزیون بیشترین خبرش از درد و غم و الم است. پس وقتی یک لحظه دراماتیک قشنگی تراژدی را تمثیل میکنیم، بسیار به سادگی مردم ما غم شخصی خود را تداعی میکنند. اومد جهش میریزم چقدر ارزان شده امیدی عزیز، ولی کمدی سختتر از او به خاطر است که چی برات دادیم تا تو خنده بکنیم. ما نه قد قدک دادیمت، نه رقص کردیم، نه چیزی، ولی گاه گاهی که ما گویا احمق میشم سر میخندی. اینی سلسله را ادامه دادن من فکر میکنم که واقعا کار سخت است. امیدی از من نمیفهم برای توضیح که تانستم، یعنی اصلا من نمیفهمم که برات گفتم. ای کاش من کمدینی خوب میبینیم یا کسی که تراژدی خوب بازی میکنه، ولی فقط امقدر میفهمم که تراژدی یک قدر آسان شده کنک و برزان. اکثرا بیننده ها با چهره شما در سریال دکندزوی آشنا است. از داستان واقعیش که تراژدی یک فامیل نشان میده که در چی مشکلات دست پنجه نرم میکنه و فرزند جگرگوشه خدا از قشلاق در مرکز روان میکنه، اما بیننده ها همیشه کمدی و از او را در خاطره های خود داره و همیشه خنده میکنن و همیشه میبینن. اما ما اکثر فیلم های استاد دیدیم که نقش های تراژدی را بهتر و بهتر اجرا کردن که برای یک لحظه ما در آن نقش در آن صحنه زندگی کردیم، آلت ها را کل چیز را گرده هم تصاویر کردیم و بودیم در اونجا. استاد بزرگوار، شما یک دکلماتور بسیار عزیز که در دل عام صداهای شما جا گرفته و اکثرا دکلمای شما را جوانا، نویسندا، حتی که در بعض کلیپ های میهنی عماسی در دکلمه شما میکس شده، اگر خواهش کنیم یک دکلمه را افتخارش در این برنامه نما داشته باشیم. بسیار تشکر که حوصله پروگرامتان قدر است که حداقل از زبان ما یک شعری از دوستای معزز خود برتان بخوانم. این شعر از زراب است، یک جوان عاشق، یک جوان پاک، یک جوان که بسیار دوستش دارم. نامش است کفش پینه‌ای. جالب است، هر چندم از فلک دل شاده و سینه نیست، هر چندم از فلک دل شاده و سینه نیست، در غم سرای سینه من جا و کینه نیست. هر روز ناله سر کنم از دست روزگار، امروز ناله های من از درد دینه نیست. راهی که می کشد به بلندی فروتنیست، بر عرش جا گزیدن من کار زینه نیست. بنگر عروس شوق مرا در شب نکاح، از سادگی به طوق گلویش خورشید را به شب که خریدار شد دلم، دیدم که در خزانه بختم خزینه نیست. بیگانگی به جامعه نو می کند تنم، بیگانگی به جامعه نو می کند تنم، پا آشنا نگشته به کفشی که پینه نیست. خواهم که تکیه‌گاه غریبان شوم زراب،
باز برد میخوانم. خواهم که تکیگاه غریبان شوم زراب، افسوس میکنم که مساعد زمین. خدا شما را همیشه کامیاب و موفق داشته باشه که ما در کنار شما و جوانای دیگر شما را الگو قرار بده و زندگی کنه. خواهش میکنم. کارای شاخه انجام دادین که ما در اینجا یادداشت گرفتیم، در زندگی نرمال دور از کار هنری نویسندگی، خواب و خواب هر کس یک زندگی مشترک می داشته باشه، فرزند، اولاد، برادر، پدر، گلکاری، بیل زدن در بالای زمین، دراو کردن گندم و باغ و باغچه، گلشاندن و قیچی کردن و در نهایت ولدنکاری و آهنگری کردین. شاید در جمع امی فنونی که شما ذکر کردین، خشتمالی بسیار سخت‌ترش است. برای اینکه اول باید گله نرم کنی، بارد خودت او بکشی، برابر به 1000 یا 1100 یا 1200 خشت او بندازی، بارزی رو باید دوبار چپه کنی، بارزی پلاستیک پیچی بکنی که فردا میایی که ای گل باید خود محکم کنه، یک مقدار مغزش با آب جوش بخوره. صبح 4 بجه که تو میخیزی تا 7 بجه رو باید 1100 خشت بزنی، بارزی باید بری مکتب. ما صنف 7 و 8 مکتب بودم که خشمالی رو شروع کردم و چیزی کم که فاکولته می رفتم من خشمال بودم. من بسیار آشنا هستم با درد او کسایی که بار بار دستایش اوله شده، بار بار مشکل کمر پیدا کرده و بار بار چای نخورده به طرف مکتب یا فاکولته رفته. دهی شب روز چطور با کدام بخشا یا مصروف هستین دیگه که کارهای هنری؟ ماشاءالله شما خو بیش از چند سال است که در رادیو بی بی سی هم کار هستین. در کارهای خانه دوستای عزیز، بیننده عزیز، در این برنامه شما شاهد بعض معلومات های هستین که مقصودی صاحب برای دوستای رسانه‌ای و علاقمندانشان از طریق تلویزیون در جریان نماندن. بانو لینا مقصودی خانمشان یا در کارهای خانه هم کار بوده همراهتان یا در کارهای هنری هم بوده؟ اونا در هر دو مورد با ما همکار هستن. انالم عضو خانه نو زندگی نو در رادیو بی بی سی هستن و بیش از 15 یا 16 سال است که نقش بازی میکنن، ولی در خانه مثل یک مادر است، مثل یک خانم است، مثل یک کسی است که واقعا گاه گاه میبینم که زیاد میشه اموراتش نسبت به ما مهمانایم و تقاضاهایی که دارم. ولی در هر صورت شاید که ایره درک کده باشه که من ممنون و مشکورش هستم، ولی ای کاش چیزی را یاد میداشتم که ما هم در خانه همکارش میبودم. ولی نه تنها که امورات خانه را پیش میبره، بلکه در کارهای هنری هم که ما همکار است. مقصودی صاحب، شما از دوران معسلی در تئاتر رو آوردین و پیش از شما خواهر بزرگوارتان و برادرتان در بخش تئاتر هم نویسندگی میکردن و هم اجراهای داشتن. میشه از اون دوران برای علاقه من آوردین؟ بله، یگانه وجهی که ما علاقمند رادیو، تئاتر و تلویزیون شدم اوی بود که همشیره کلانم سایمه جان مقصودی یکی از پیشکسوت های تئاتر و رادیو افغانستان، اینا کار میکردن در رادیو و تئاتر. او هنوز تلویزیون نبود، ای البته دوران زایر شهر برتر میگم. بعد از او برادر کلانم داود مقصودی که آل دلندن هستن، ای هم از جمله پیشکسوت ها و کسایی بودن که
عامل تشویقم برای تئاتر و سینما و تلویزیون بودن و برادر دیگه ایم بودن که اول در بین ما نیست و همشیرین دیگه اینمیا بودن که باعث شدن که من هم جرأت بکنم شاملی هستشام و یه چیزی بود که من کمک های استادای مکتب خودم فراموش نمی کنم و از فاکولتی خودم کونا هر وقت که برای من چیز را می گفتن یا تیوری یا برای عمل می خواستن باز برادر و همشیری مرا مثال می دادن واو اونا هنوز فاکولته نخوندن ولی صاحب انتون نامانشان هستن تو خواندی باید که به سرعت داخل نقش شوی و این غیر از اینکه یک راهنمایی بود برای من طعنه هم بود و شکرگزار هستم که در تاریخ تئاتر و سینمای افغانستان نام برادر و خواهرم جاویدانی است. جای افتخار هستم و خودشان افتخار هستند که امچه اگه افتخار را در سینما و تئاتر افغانستان تقدیم علاقه مندایشان کردن که امروز ما افتخار از این را داریم که کنار ما هستند. واقع از دست شما گرفتن، شما در فامیل از دست کسی گرفتین، فرزند، پسرتان، دخترتان در بخش هنر و سینما تئاتر؟ اولادایم یک دخترک دارم، سه پسر که هر کدامیشان ملبس و مجهز با ارزش های معنوی که نیازمند یک بازیگر است هستن، شکر درس می خوانن، کورس می خوانن و سپورت می رن و در خانه با داستان های مشاهیر دنیا آشنا هستن و چیزی که از اینکه کم زرگه گرنگتر و وزمینتر است سال 11 همه است که در فاکولته هنرهای زیبا با عنوان یک همکارشان با عنوان یک کسی که برشان تیوری بازیگری درس میده نمیگم که چگونه ولی همکار با اونا هستم و خدا در یا نبیاره ارزش هایی که در وجود شاگردایم نهفته هستن فوق العاده است ولی کشف از این بسیار مهم است. واقعا چیزی که برام بسیار اهمیت داره میفهم که اون آدم باوجودی که بسیار غم داره، مشکل داره، تکلیف داره ولی که شورش میتونه میبینه که چقدر استعداد داره. این یکی از کارهای اکسترا یا به غیر از کارهای هنری است که 11 سال از با 15 هنر هست. این بزرگواری شماست که در کنار از این که خودتان مایه افتخار هنر سینما و تئاتر در افغانستان هستین و شاگردای شما، فرزندای معنوی شما این کارهای شما را با افتخار ادامه میده. از او جمله من به این بخش کوشش دارم که چیزهای از شما بیاموزیم و بر علاقه مندان تقدیم کنیم. یکی از ازمی سوال ها چهار جواب است. من فکر میکنم خیلی مشکل است که با این جوابایش از شما پرسان کنیم و شما رو بخندانیم، اما کوشش میکنم. فیلم داشتیم به نام نیلوفر در باران. بعد سوالی است که چرا نیلوفر در باران ماند؟ جواب یک، منتظر موتر بود که موتر نامد باران آمد. جواب دو، بچه فیلم وعده کرده بود که هر وقت که باران شود دیدن تو میایم. جواب سه، در منطقه شون اصلا باران نمیشد، ای بار که باران شد کل گرفتی در باران مان. جواب چهار، به خاطر کرونا مان که باران تا که را زد دوفونی نکنه خانه نمیره. امیدوار است کسات این چهار جواب کدام از این معقول تر است که اگر واقعا باریدن باران یک وجه است و نیلوفر یگانه گل قشنگ است که در برابر حوادث چون شمال، باران، ژاله و طوفان بسیار تیز پژمرده میشه و اتفاقا در برابر این نیلوفر به حد جفا شده که به یار خود رسیده نمیتانه.
لحظه است که واقعا باد او رو ببینه دیده نمیتونه، ولی در باران محو میشه. امی یک جوابتان به این نزدیکتر است، ای کاش فلم ببینیم و حس بکنیم که باران چرا نیلوفر نازنین ما را پژمرده ساخت. قربان شما استاد بزرگوار، یک بار دیگه خوش آمدین. دیگه افتخار بخشیدین استاد بزرگوار. امیدوار هستم که سوالایی که ما کردیم به بزرگواریتان کم کاستی شد ببخشین. یک بار دیگه خوش آمدین، افتخار بخشیدین. در آخر اگر چیزی که ما سوال کرده باشم چیز مانده باشه. تشکر حمیدی عزیز از دعوتتان، از مهربانیتان و الفاظی که استعمال کردین واقعا ما شرمنده شدیم برای اینکه سفارده وجود ما نیست. ولی یک چیز میگم، برای اینکه سینما برای ما بسیار مقدس است، بسیار از رای سینما ما میتونیم در رابطه با اطلاع فرهنگ و کلتور خود کار بکنیم. چند وقت پیش یک دوست ما ادعا داشت گفت اگر من $2,000,000 داشته باشم یک فیلم بسازم کی پاها. ما گفتم اگر می $2,000,000 که تمامی بود ات یک اکادمی می ساختم که در او بسیار جوان ها را تربیه می کردیم. تا تربیه نکنیم، تا تیوریش ناموزانیم، تا کتابخانه نداشته باشیم، تا سیر و سیاحت نکنیم، تا در فیستیوال ها شرکت نکنیم، ما با خیالات نمیشه که فیلم خوب بسازیم. پس دوستایم، هموطنایم، اگر سینماگرای امروزی ما جوان هستند و یک مقدار بی بهره هستند از تیوری هنر، یارا ببخشین، ولی سر وزارت کلتور صدا میکنم که پول بر ساختن فیلم ما نتین، پول بر ساختن اکادمی یا پانزه هنرها اگر دارین، خیر از خیرات یا قرض بتین، انشالله قرضتان وقت ادا خواهد کردیم که شاگردهای ما بتانند فیلم تولید بکنه و از عاید شما را پس قرضتان خلاص بکنه. جان سپاس استاد، یک بار دیگه خوش آمدید. قربان شما. بسیار تشکر.